دولت آلمان فعالیت یک سازمان افراتی به نام انصار در این کشور را که متهم به حمایت مالی از تروریسم بین‌الملل زیر پوشش خیریه است ممنوع اعلام کرد سخنگوی وزارت کشور آلمان با انتشار توییتی نوشت که هورز زی هوفر وزیر کشور فعالیت انجمن غیر انتفاعی انصار اینترنشنال و شاخه‌های آن را ممنوع اعلام کرده و گفته است که این شبکه به گروه های تروریستی در تمام دنیا پول می دهد زیهوفر گفته است اگر می خواهید با تروریسم مبارزه کنید باید ریشه منابع پولیان را بخشکانید به گزارش SWR شبکه رادیو تلویزیون جنوب غرب آلمان همکنون عملیات تفحص و توقیف در منازل و پارکینگ های متعلق به این شبکه در ده ایالت این کشور آغاز شده است مقامات آلمان انجمن انصارا که در سال 2012 در لرف در قلب آلمان تأسیس شد از چند سال پیش تا کنون رسد کرده و میدانستند که این گروه پولهایی را به نام تأمین فعالیت های خیریه در مناطق جنگ زده مانند سوریه، یمن و نوار غزه جمع آوری می کند. بر پایه سندی از وزارت کشور آلمان که شبکه SWR آن را منتشر کرد، انجمن انصار که به سنی های تون رو و گروه های سلفی نزدیک است به کودکان در دفاتر خود در آلمان سلفیگری را آموزش می داده است همین سنم نگوید که کمک های جمعالی شده به دست این گروه برای تأمین مالی تروریسم و پشتیبانی پولی از گروه های شبه نظامی مانند تون نصره سوریه که به هیئت تحریر شام تغییر نامه داده و گروه شورشی از شباب در سومالی استفاده شده است. پلیس آلمان در سال 2019 به دفاتر گروه انصار و یک گروه دیگر به نام کمک به مقاومت جهانی حمله کرده بود. در آن زمان این دو گروه به کمک به گروه فلسطینی حماس که در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد نیز متهم بودند.